خدا Thank you.
سلام. سلام. بفرمایید، خواهش میکنم. مرسی. حالتون چطوره؟ امروز خیلی بهتره. خوب، خوشحالم. ممنونم. این شانس منه. راستی در مورد بیکاریتونم ناراحت نباشین. با پدرم صحبت کردم، قرار شد که انشالله وقتی از بیمارستان بیرون اومدین ترتیبی بدین که تو کارخونه پدرم مشغول بشین. امیدوارم از کارتون راضی باشی. خیلی ممنون. حالت خوبه؟ بد نیستم، شما خوبی؟ راستشو بخوای نه. چرا؟ بعدم بهت میگم. فرصت کردی اصلی تلفن به منزل من بگیر. چشم. بعد اینجا اگه بخوان با اون قسمت بالا تماس بگیریم اولا ممکن است برای اینکه سر کارخونه نمیذاره صدا به صدا برسه. ولی اگه اینجا یه رسکا فرستنده از ژاپنیا بذاریم بدون دوندگی میتونیم راحت و پاکیزه قسمت بالا کنترل کنیم. نیلوفر. بله پاپا. بیا اینجا. الان اومده. منتظر تمام اصلی تلفن کن. شده. بیا دیگه بریم دخترم. بله. خسته شدی؟ نه، باز یه خورده دلم درد گرفت. متوجه این پسره باش. بله، معذرت میخوام. میخواستم با خانم نیلوفر صحبت کنم. از اتالی. من بهرام هستم. نیلوفر؟ نیلوفر خانم منزل نیست. چرا؟ هستم. معذرت میخوام. من فکر کردم تشریف بردیم بیرون. متوجه نبودم شما منزل هستید. ببخشید. لطفاً گوشی دستتون باشه. با شما کاری ندارم. الو؟ سلام. سلام. حالت خوبه؟ بد نیستم. کی بود گوشی رو برداشت؟ ایرج پسرمون بود. بعدم در موردش باهات صحبت میکنم. با من کار داشتی؟ میخوام یه خورده باهات حرف بزنم. البته اگه موافق باشی. میخوای بیام منزل؟ منزل؟ نه، نه. بیرون از منزل خیلی بهتره. ببین بهرام، من فردا ساعت 5 بعد از ظهر میخوام برم کلاس رقص. تو ساعت 4:30 بیا بولوار ناهید. میای؟ خیلی خوب باشه. حتما میام. متشکرم. فعلا خدافظ. از اینکه دیر اومدم. خیابونا خیلی شلوغ بود. حبی نداره. حالا چرا وایسادی؟ سوار شو دیگه. مثل اینکه ایرج خان دیروز وقتی فهمید که من با شما تلفنی صحبت میکنم ناراحت شد. اون همیشه ناراحته. امکان داره از من پیش پدرتون بدگویی کنه؟ اشکالی نداره، پدرم اونو خوب میشناسه. اما جون، من به این پسر خوشبین نیستم. اصلا در شأن نیلوفر خانم نیست که با بهرام تماس داشته باشه و باهاش این طرف و اون طرف بره. نیلوفر که بچه نیست. از طرفی بهرام پسر خوبیه. من به اون اعتماد دارم. پدرم به تو خیلی اعتماد داره. از وقتی که تو اومدی بیشتر احساس آرامش میکنه. پیرمرد تنهای تنهاست. ایرجم،
با اینکه از بچگی پدرم بزرگش کرده و وسایل تحصیلشو فراهم کرده، نه تنها کمکی از نظر کاری بهش نمیکنه، بلکه دائما فکر کلاشی و علیه پدرم توطئه میکنه. بهرام قاپ نیلوفر و پدرشو دزدیده. همین موضوع باعث شده که نیلوفر کوچکترین توجهی به من نداشته باشه. دیگه دارم دیوونه میشه. سهراب‌خان عملا تمام امور کارخونه رو به دست بهرام سپرده. این برای من غیر قابل تحمله که این پسر یه گدا بیاد جای منو بگیره، با تمام نقشه‌های منو به هم بزنه. پول، ثروت، از همه مهمتر خود نیلوفر داره از دستم میره. فکر میکنم اگه به همین ترتیب پیش بره، تا چند روز دیگه نیلوفر کاری بکنه که سهراب‌خان منو از این خونه با کارخونه بندازه بیرون. خب چیکار باید شد؟ چاره چیه؟ نقشه‌ای دارم که امشب یه فردا شب اجرا میکنم. چه نقشه‌ای؟ وقتی همه خوابیدن، من در بابا دور شما باز میکنم. شما میرین تو اتاق خواب بالای سر عمو. یه سندی بهتون میدم که باید وادارش کنیم امضا بکنه. اگرم مقاومت کرد امضا نکنه، فوراً کلکشو میکنیم. بقیه کارا با من. خودم میدونم با نیلوفر و بهرام خان چه معامله‌ای بکنم. آره، ببین، الان وقتی وارد خونه شدم، اینجا هرچ با چند نفر دیگه تو اتاق مشغول حرف زدن بودن. از پشت در حرفاشون رو شنیدم، مثل اینکه خیال دارن امشب یا فردا شب با تهدید یه سندی از پدرم بگیرم و اگه بابا مقاومت کنه یه بلایی به سرش بیارم. چیکار کنم؟ ماجرا رو بی سر صدا به پدرت اطلاع بده که هوشیار باشه. منم تا نیم ساعت دیگه میام تا به اتفاق یه فکری بکنی. منتظرتم، زودتر بیام. اجالتاً خدافظ. سلام علیکم. اون آقاش، اون آقاش. شما رفت تو کارخونه میرسم جناب آقای فیروز خان. به ما کلک دادن، ادبش شده عمو جون. اینا کیان دیگه؟ تو واقعا نمیدونی اینا کی هستن؟ نه، خواهش میکنم به من بگی. خیلی خوب، بسیار خوب، الان بهت میگم. احمق، حالا فهمیدی؟ همشونو به پلیس تحویل بدین. الو، اداره پلیس؟ از شهربانی سلطان زندی سلام عرض می کنم. سلام از بنده است، امر بفرمایید.
بالاخره دیشب ایرج و سنفری که باهاش همکاری میکردن به گناه خودشون اعتراف کردن. حتی اقرار کردن اگر جناب علی کوچکترین مقاومتی میکردین و سندی رو که اونا آماده کرده بودن امضا نمیکردین شما رو از بین میبردن. اوه عجب. در هر حال به خیر گذشت. متشکرم. ضمن میخواستم خواهش کنم فردا سری به ما بزنید. فردا اول وقت خدمت میرسم. اجالتا مرحمت زیاد. خداحافظ. بله؟ به بهرام بگید بیا پر من. چشم قربان. سلام. سلام بیا تو. بفرمایی. متشکرم. از شهربانی تلفن میکردن. ایرج و تمام رفقاش اعتراف کردن که میخواستن منو از بین ببرن. خب خدا رو شکر موفق میشه. متشکرم. میدونی بهرام؟ من جون خودم و مدیون تو میدونم. اگه تو نبودی معلوم نبود که الان من چه وضعی داشتم. خواهش میکنم. شما و نیلوفر خانم خیلی به من محبت کردین. از این گذشته منم جز انجام وظیفه کاری نکردم. چرا؟ گوش کن بهرام ببین چی میگم. من تو رو جوون با لیاقتی میشناسم و به همین دلیل تصمیم گرفتم از امروز مدیریت کارخونه رو به تو محول کنم و از طرفی چون احساس میکنم تو و نیلوفر همدیگه رو دوست دارین میخوام با نیلوفر صحبت کنم و عروسی شما رو برپا کنم. هرچی شما بگی. هرچی شما بگیم پدر. آفرین دخترم. میدونستم دختر عاقلی هستی. بشین نیلوفر. این درسته که بهرام یه کارگر ساده است ولی خوب بودن و انسانیت به داشتن یا نداشتن نیست. اون اول زندگیشه. جوونه. فکر میکنم شوهر خوبی برای تو باشه. اطمینان دارم در این مورد اشتباه نمی کنم. نظر خودت چیه؟ من اختیارم دست شماست. ممنونم دخترم. خیلی ممنونم. بله خورده نمیخوای تو عروسی من برخصی؟ ما بتونه تو حالشو نداری. چی؟ حالشو نداری؟ خیلی خوب یادت باش خیلی نداری باشه تو شب عروسی به هم برسی. آه ناراحت نشو. میرخصم و دندم نرد میشه. میرخصم و چشمم کور میشه. ما اجازه.
ببینم. خواهش میکنم یه دقیقه تشریف بیارید اینجا. گفتید پدر شماست؟ بله. متاسفم. حالش خوب نیست؟ چی میگین دکتر؟ چی میگین دکتر؟ زخم دو سوم از معده‌اش بود. خب معالجش کنین آقای دکتر. معالجه؟ متاسفانه یک کمی دیر شده. ولی در هر حال چاره‌ای نیست. عملش میکنیم. شاید خدا کمک کنه. ازتون خواهش میکنم تو رو خدا وقت رو تلف نکنیم. بسیار خوب. همین الان دستور میدم. خانم؟ بله. بگید فوراً اتاق عمل آقا. چشم آقای دکتر همین الان. با اجازه. خواهش میکنم. شرط رو منتظرم. میخوان با شما ملاقات کنم. بسیار خوب. تا چند دقیقه دیگه میبینم ایشون. چشم. بله. بله خودم هستم. بفرمید. بله. گوشت هستم. بله. بله بفرمید. عادت میکنم. این کار نیست. جون کندنه. دارم کلافه میشم. فیلن چاره ای نیست. میدونی بهرام؟ راستش کارخونه و کارخونه داری از من بر نمیاد. باور کن. من به این ترتیب کارو دیگه نمیتونم ادامه بدم اصلا. و به همین دلیل تصمیم گرفتم یه ترتیبی بدم که تو بتونی از فردا به تمام کارهای کارخونه شخصا برسی. و برای اینکه تسهیلاتی در کارت ایجاد بشه میخوام هر چی دارم به اسم تو کنم. از اعتمادی که به من داری متشکرم. ولی تو نباید این کارو بکنی. چرا؟ مگه من و تو داریم؟ بهرام، خواهش میکنم منو زودتر راحت کن. خواهش میکنم. خیلی خوب. حرفی ندارم. ازت ممنونم بهرام. خیلی متشکرم. مرسی. من بچه میخوام. بچه؟ آره، ما چرا نباید بچه دار بشی؟ من نمیدونم. آخه تو چه عجله‌ای داری؟ هنوز که دیر نشده. چرا؟ خیلی دیر شده. ما مدت از ما هنوز. خیلی خوب.
بچه که دست من و تو نیست، دست خداست. با وجود این اگه صلاح میدونی به دکتر مراجعه میکنیم، ببینیم چه علتی داره که ما تا حالا بچه دار نشدیم. خانم شما نمیتونید مادر بشید. شما نمیتونید مادر بشید. خانم شما نمیتونید مادر بشید. خیلی متاسفم خانم، شما نمیتونید مادر بشید. شما نمیتونید مادر بشید. باور کنید لطفا، من نمیخوام تو رو سرزنش کنم. ولی هر آخر چرا ما نباید بچه دار بشیم؟ نیلوفر بیداری؟ آره بهرام، سلام. برنج شو میخوام با ترس بسن. ببین نیلوفر، من یه تصمیمی گرفتم. چه تصمیمی؟ تو باید اول قول بده که با اون موافقت کنی. باشه، هر چی تو بگی. قسم بخور. قسم؟ خیلی خوب، قسم میخورم. به جون خودت قسم میخورم که هر چی تو بگی قبول کنم. قصه زندگی منو کاملا میدونه، دلم میخواد اون زن تو بشه. مگه میشه؟ چرا نمیشه فرنگیز جون؟ ببین، شوهر من تصمیم گرفته که یه زن دیگه بگیره. بالاخره خواهی نخواهی این کارو میکنه. همه دکترام گفتن که من نمیتونم مادر بشم، اونم دلش بچه میخواد. فرنگیز جون ازت خواهش میکنم یه زن بهرام بشو، خواهش میکنم. خیلی خوب، به خاطر تو حرفی ندارم، هر کاری بگی میکنم. متشکرم فرنگیز. بفرمایید. نیلوفر جانم، بشین ببینم، تو عروسی من نمیرقصی؟ برقصم. آره، مگه خودت قول نداده بودی؟ چرا؟ خیلی خوب میرقصم، زحمت چه خودت بکش. بفرمایید. لطفا یه آهنگ قشنگ بزنید. سعادتمند بشی.
چیز مهمی نیست، عوارض حاملگیه. انشالله تا یکی دو هفته دیگه ناراحتیتون کاملا برطرف میشه. خانم، باید سعی کنین کارهای سنگین نکنین. همونطور که بارها بهت گفتم، امروزم میگم من باید تعمیم داشته باشم. تو بد فکر میکنی عزیزم. چرا بد فکر میکنم؟ بد فکر میکنی. این مسلمه که تو به دلیل اینکه نیلوفر نمیتونسته بیزاد منو گرفتی. از کجا معلوم فردا وقتی بچه ای من به دنیا اومد تو بازم منو نگه داری؟ تو اشتباه میکنی، سعی کن عاقلانه تر فکر کنی. من فکرامو کردم، امروزم باید تکلیفم یه سره بشه. بهرام، ادعا نمی کنم که تو دروغ میگی، ولی وقتی به این فکر میفتم بعد از اینکه این بچه به دنیا اومد و تو به آرزوت رسیدی، امکان داره مثل حالا با من مهربون نباشی، تنم میلرزه و به همین دلیل احساس میکنم که تو جهنم دارم زندگی میکنم. فرنگیس، این جهنم خودت برای خودت درست کردی. خودم درست کردم یا تو؟ فعلا مطرح نیست. اونچه که مطرح اینه که من تکلیف خودمو بدونم. فرنگیس، تو دلت میخواد که من همه چیزو به نام تو بکنم، ولی این امکان نداره. قبول دارم که تو نظری نداری، ولی تو هم باید قبول کنی که من توی خونه اختیاری از خودم ندارم. خودت بهتر میدونی اونچه که امروز به نام من هست مال من نیست، مال نیلوفره. چطوری میتونم مال دیگری رو به نام تو بکنم؟ من که اصراری به این کار ندارم. نمیخوام چیزی رو به زور به من ببخشی. تو مال نیلوفر، نیلوفرم مال تو. خیلی هم ممنونم که با صراحت حرفاتو به من زدی و تکلیفم رو روشن کردی. چه تکلیفی؟ از هم جدا میشی. نه، این امکان نداره. تو حامله ای. حامله؟ ولی مطمئن باش که این بچه هیچ وقت به دنیا نمیاد. چی میخوای بگی؟ قبل از اینکه به دنیا بیاد منو از بین میبر. ولی تو این کارو نمی کنی. تو از کجا میدونی؟ برای اینکه هرچی تو میخوای ما انجام میدیم. بهرام، از نظر من اشکالی نداره، هرچی فرنگیس میگه همون کارو بکن. ولی اون میخواد که تو هرچی داری به نام اون بکن. اینو من مدت هاست میدونم. ولی من که از خودم چیزی ندارم، هرچی هست مال تو. عیبی نداره، منو تو نداریم. به نام فرنگیس بکن، بذار اون مطمئن باشه. حالا مطمئن شدی؟ بفرمایی. بهرام، فرنگیس ناراحت، آوردمش بیمارستان. فوراً بیا. کدوم بیمارستان؟ بیمارستان دکتر ایوزاده. میای؟ آره اومدم. الهی قربونش برم. شکل خودت رو خب اولاد حلال زاده باید به باباش برسه.
لیلو گفت میخوام پیش مامان نیلوفرم استراحت بکنم. دیگه دارم دیوونه میشم. نمیدونم این زن چی از جون من و بچه‌ام میخواد. خب این که اشکالی نداره. اون به لیلا علاقه داره. لیلا اونو خیلی دوست داره. و تو هم هر دو رو. بهرام، دیگه باید این خیمه شب‌بازی خاتمه پیدا کنه. میفهمی چی میگم؟ نیلوفر لیلا رو دوست داره، تو هم نیلوفر رو. این وسط من زیادی هم که باید تکلیفم روشن بشه. اینطور فکر نکن. تو جای خودتی، اون جای خودش. حقیقتشو بخوای بیشتر از این نمیتونم وجود این زن رو تحمل کنم. یا من باید زن تو باشم یا اون. اصراری هم ندارم که حتما نیلوفر رو طلاق بدی. میتونی باهاش زندگی کنی. راضی شدی؟ بابا جون، زود از مسافرت برگردی؟ چشم، حتما، تا یه هفته دیگه بیام. پس نیلوفر کجاست؟ از اینکه نیومده بدرقت ناراحتی؟ خب معلومه. ولی یادت باشه که اون دیگه زن تو نیست، طلاقش دادی. آره میدونم. خدافظ بابا. خدافظ. خدافظ.
دارم که گردن بند الماس شما گم شده، ولی چطوری میتونید ثابت کنید که این خانم اونو دزدیده؟ من مطمئن هستم که کار اونه. آخه جز اون کسی دیگه ای توی این خونه نیست که چشم به گردن بند من داشته باشه. خجالت بکش، اینطور حرف نزن. تو دزدی کردی من خجالت بکشم؟ خوبه، واقعا که وقاحت میخواد. جناب سروان، به قیافه حق به جانب اون نگاه نکنید. خواهش میکنم به وظیفه قانونی خودتون عمل کنید. ضمناً به خاطر اینکه به حسن نیت من شک نداشته باشین، در حضور شما قول میدم اگه نیلوفر گردن بند رو به من برگردونی، از شکایت خودم صرف نظر میکنم. این خانم با شما چه نسبتی دارن؟ یه وقتی زن شوهر من بوده. خواهش میکنم خانم با من بیاد کلانتری. اگه بیگناه باشید آزاد میشید. بفرمایید. فعلا خداحافظ. که گریه میکنی نیلوفر خانم؟ چی کار کنم؟ گریه نکن، سر بیگناه تا پای دار میره ولی بالای دار نمیره. انشالله بیگناهیت ثابت میشه و خلاص میشی. خلاص؟ گیرم که از زندون آزاد شدم. من که دیگه جایی رو ندارم برم، سخفی رو ندارم که زیرش زندگی کنم. قصه نخور دختر جون، خدا ارحم الراحمینه، خودش درست میکنه. ببین، من یه برادر پیری دارم که اسمش بابا علیه، همه هفته میاد به ملاقات من. حسن نخور، این دفعه که اومد به هی سفارش میکنم وقتی آزاد شدی بیاد تو رو ببره پیش خودش تا ببینیم خدا چی میخواد. من چه میدونم کدوم گورستونی رفته؟ وقتی داشتی میرفتی مسافرت دیدی که نبود، بعد از اونم اگه تو اونو دیدی منم دیدم. نیلوفر آدمی نبود که بیخبر بذاره بره. سعی کن حقیقت رو بگی. حقیقت همونه که بهت گفتم. حالا تو نمیخوای باور کنی، برای من مهم نیست. دیگه حوصله ندارم در این مورد حرف بزنم. باید پیداش کنم.
هیچ چه نمیخواد بری. اون اگه دلش میخواست میتونست تو همین خونه بمونه. میترسم براش اتفاقی افتاده باشه. اوه خودتو ناراحت نکن. هیچ اتفاقی نیفتاده. تازه اگرم اتفاقی افتاده بود، اگه دلش میخواست حتما خبر میداد. بهرام دیگه حوصله‌ام سر رفت. ولش کن. بازم نشستی و فکر میکنی. تو زندگی رو هم واسه خودی هم واسه این من مثل زندون کردی. سلام. سلام. شما بابا علی برادر روباب خانم هستی؟ آره نیلوفر خانم. خواهرم قصه زندگی شما رو برای من گفته. خیلی هم سفارش کرده. اگه دلتون بخواد میتونید پیش من بمونید. از محبت شما متشکرم. ولی روباب خانم گفت که شما توی کافه زندگی میکنید. مصلحت هست که من بیام اونجا؟ خب اگه اونجا نیای کجا میری؟ بهتر از اینه که تو کوچه و خیابون سرگردون بشی. تو مثل دختر من میمونی دختر جون. بیا بریم. بیا بریم تا ببینیم خدا چی میخواد. بیا. بفرمی. بهرام. همین الان خبر رسید که برادرم امروز از آمریکا میاد. زودتر بیا خونه. باید بریم فرودگاه. هواپیما چه ساعتی میشینه؟ فکر میکنم ساعت 5 بعد از ظهر. مرسی. تهران خیلی قشنگ شده. اصلا با چند سال پیش که من رفتم قابل مقایسه نیست. حالا کجاشو دیدی؟ عصری وقتی همه جا رو خوب بگردی متحیر میمونی. جور رقصم بلده. دیگه بهتر. باید به هر زبونی شده راضیش بکنید تو کافه ما کار بکنه. خیلی خوب. باش حرف میزنم شاید راضی بشه. سلامت. قرسم یه سیگار برای من بیار. کجا میری؟ بیا بشین سر میز ما. برم کنین آقا. خواهش میکنم مزاحم من نشید. خواهش میکنم. مگه ما چمونه؟ بیا. خواهش میکنم مزاحمش نشید. آقا چی گفتم؟ خواهش میکنم مزاحمش نشید. گل گفتی ولی
یه خود شول گفت. شول گفت یعنی چه؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ جوونی اومد جلوی مزاحمتش رو گرفت. بابا علی برو ببین اون کی بود و از طرف من ازش تشکر کن. سلام. سلام. خواهش میکنم بفرم. مرسی. امشب اون دستتون جالب. خیلی متشکرم. قابلی نداره. ممنونم. من خرجی نکردم. آدم گاهی به خاطر دلش خیلی کارم میکنه. ولی من که به شما گفتم روی من مثل زنهای دیگه حساب نکنم. اصلا شما اشتباه میکنید. دیفه شما نیست که پولاتون رو میریم یه همچی جاهایی خرج میکنیم. کافرون اینجور جاها جای آدم حسابی نیست. من جای شما باشم به هیچ عنوان پاموی همچی جایی نمیذارم. نیلوفر خانم. بله. آقای مدیر با شما کار داره. خیلی خوب اومده. با اجازه شما الان برمیگردم. خواهش میکنم. بازم چه براش مورزه میکردی؟ آخه دختر مگه عقلت کمه؟ اون گردنبند گرون قیمت بهت هدیه میکنه؟ تو به عوض اینکه بیشتر تشویقش کنی بهش میگی کافه و اینجور جاها جای آدم های حسابی نیست. تو واقعا دیوونه ای. آقای مدیر درسته که من امروز مجبورم تو کافه شما کار کنم، ولی این دلیل نمیشه که من خانواده ای رو به خاک سیاه بهشونم. این پسر جوونی مسلما با این ولخرجی‌ها داره زندگی خودش و خانواده‌اش رو تباه میکنه. به خدا این دور از انسانیت، دور از وجدان که آدم حقیقت رو به اینجور آدم‌ها نگه. دیگه دارم کلافه میشم. حقیقت، انسانیت، وجدان، همش حرف مو، همش مسخره بازی. بازم که نراحتی لیلا امروز از نرفته مدرسه، حتما یه پیش آمدی کرده. خدای نکرده مریض نشده باشه. به دلت بد نیاد، امروزم صبر کن تا فردا، شاید رفته باشه مسافره. بابا علی دل من خیلی شور میزنه، به یه بهانه برو خونشون ببین چه اتفاقی افتاده. ازت خواهش میکنم برو. خیلی میرم. من فراش مدرسه هستم، اومدم ببینم چرا لیلا خانم چند روزه که مدرسه نمیاد. چه سالت داری؟ 4-5 روز مرتب دکتر میاد خونه بالا سرش. مریضش چیه خانم؟ خون و ایناشو دادیم آزمایش، هنوز جواب قطعی ندادن. خیلی ناراحت شدم. دعا میکنم خدا شفاش بده. متشکرم. ببخشید خانم، خداحافظ شما. خداحافظ. علی چی شد؟ لیلا حالش خوبه؟ حالش خوبه. پس چرا مدرسه نمیره؟ یه کمی کسالت داره. کسالت داره؟ آره، اما چیز مهمی نیست. انشالله تا 2-3 روز دیگه حالش خوبه. خوب من الان میرم پیش لیلا، باید اونو ببینم. نه نرو. چرا؟
چرا نرم؟ میرم. آخه اینجا چیکار؟ گفتم اومدی اینجا چیکار؟ شنیدم لیلا مریضه، اومدم اونو ببینم. لیلا نمیخواد تو رو ببینی. برو مزاحم نشو. فرنگیس، من میدونم لیلا از غصه مریض شده. ازت خواهش میکنم بذار ببینمش. خواهش میکنم. چی رو خواهش میکنم؟ بازیشو درآورده. خجالت نمیکشه. حالا میخوای با این کلک اینجا پا بکنی؟ برو از اینجا. دیگه من برا نیا. زود باش برو گم شو. فرنگیس. فرنگیس تو رو خدا نکن. بذار ببینم. ازت خواهش میکنم. بذار کافا. دیگه ببینم. بذار کافا. بذار کافا. بذار کافا. بذار کافا. بذار ببینم. برو. به خدا دیگه نمیام این دفعه. بذار ببینم. پا تو ماش کنم. حاضرم. حاضرم. هر کاری که تو بگی بکنم. چه میمونی. فرنگیس. لیلا. لیلا. آروم باش. آروم. بابا علی نزاش من لیلا رو ببینم. نزاش. من میدونم حال لیلا خوب نیست. اگه حالش خوب بود. اگه خوب بود وقت صدای منو میشنید جوابم رو میداد. میداد. به خدا توکل. چیکار کنم؟ چاره ای نیست. باید سوخت و شام. یه نظر و نیازی بکنم. انشالله خدا شفا شد. خدایی. لیلا منو شفا بده. اونو خوبش کن. خدایا اگه لیلای من خوب بشه من چند از لباس برای بچه یتیما میخرم و تنشون میکنم. خدایا لیلای من چند دست لباس بخر هم نیمیز عصب ببریم برای بچه یتیم و الیه قربونت برم. برو خدا بشوید. باز گلکی داره واسه من سهرو باز داره کشکی واسه من عرب مفتیزنه یعنی به من چه که بچه ها یتیمن به من چه که تو بیوه زنی مگه من دارال ایتام باز کردم آمیرزا شوهر بیچاره من وقتی داشت برای شما ساخته بود درست میکرد از روی چوب از افتاد و مرد آخه یه خود انصاف داشته مگه باشه. من از اون بالا انداختمش پایی مرد که مرد به اسفل و صاف بلین چهار ماه کره خونه ندی حالا برای اینکه من از چهار ماه اومدم مالمو میخوام بی انصاف شدم بی خود برای من آبگوره نگی من این حرفا تو کتم نمیده الان صلات دوره من باید برم مسجد نماز گوشاتو واکن ببین چی بهت میگم اگه من تا نماز خوندم و برگشتم پول حاضر کردی کردی اگه نکردی به اندازه حسابم از اساست ور میدارم باقیشم میریزم تو کوچه بازیشو نره برده چی شده خانم جون؟ ندیدیم چی شد؟ چرا دیدم؟ حالا میخوای چی کار کنی؟ ولی خودم هم نمیدونم شما بگین چی کار کنم آمیرزا جز پول هیچ چی سرش نمیشه الان میاد اساس منم مثل اساس بطور خانم بدبخت میریزه تو کوچه و میره به خدا توکل داشته قصه نخور جون بیا از این
کرایه پس افتاده تو بده، باقیشم به زخم زندگیت بزن. دست شما درد نکنه. توی این ساکام چند از لباسه، اونارم تن بچه های یتیمت بکن. منم آدرسمو بهت میدم، یه وقت اگه کاری داشتی میتونی بیای، اگه تونستم برات انجام بدم. شما کی هستی؟ شما چی هستی خانم؟ من یه رقاصم، تو کافه میرخزم. پس شما تو کافه کار میکنی؟ آره، چطور مگه؟ هیچی، من از کارهای دنیا تعجب میکنم. یه رقاصه کافه به این خوبی و مهربونی، اون وقت آمیرزا، الله اکبر. الله اکبر، سبحان ربی العالی و بحمده. دیگه به چی فکر میکنی؟ هیچ. حالا درد تو از منم پنهون میکنی؟ نه بابا علی، نه. تو جای پدر من هستی، میدونی؟ من همه چیزمو به خاطر لیلا فدا کردم. راستش از اینکه نمیتونم با اون حرف بزنم دلم داره میترکه. از طرف لیلا، ماما، ماما جان عزیزم، خیلی دلم بسید، همیشه برم بله. مامان، چرا نایمدی مدرسه پیش من؟ از من قهر کردی؟ من؟ نه، من از تو قهر میکنم. پس چرا نایمدی؟ فعلا نمیتونم علتشو بهت بگم، ولی از این به بعد حتما هر روز تو رو همینجا میبینم. ببین لیلا، خونه من طبقه دوم همین ساختمونه، هر وقت فرصت کردی یا کاری داشتی میتونی سری به من بزن. مامان، درش کجاست؟ آه، درش از این طرف دست چپ در اولی. هر از میام پیشه. بیا الهی قربونت برم. لازم دارم. توی مدت میدونه تو چقدر پول گرفتی؟ گرفته که گرفتی، غریبه که نیستش، برادرمی. درسته برادرته، ولی نباید فراموش کنی که منم شوهرتم. شوهرتم؟ یادت باشه برادر پیدا نمیشه، ولی شوهر مثل ریک تو خیابون ریخته. نمیزنیم خفت میکنم، میکشمت. منو میزنی؟ بابا جانو زنم بای خودت جان کاتو بیشترم.
کار کردی؟ بلند شو، بلند شو. حالش چطوره؟ شما؟ من شوهرش هستم. اولش کردیم ولی هیچ امیدی نداریم. خیلی صدمه دیده. حالا کجاست؟ تو همین اتاقه. خواهش کرده کسی مزاحمش نشه. داره با همون خانمی که آوردتش بیمارستان حرف میزنه. نیلوفر بدیایی، منو فراموش کن. من اشتباه کردم. ببین عاقبت تو آتیشی که خودم روشن کردم سوختم. آروم باش، آروم باش ازت خواهش میکنم، منو ببخشی. به خدا نفهمیدم، نفهمیدم. نیلوفر، لیلا، لیلا کجا؟ همینجاست، پایین تو باغ فرنگیز جون. من اونو به دست تا میسپرم. خواهش میکنم برای لیلای من مادر باش. مادر باش. نه نه مادری، نه نه نه. فرنگیز، فرنگیز خوشی خانم، خوشی خانم، چشمشان لو ببین خوشگلم.